أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سال ششم هجرت بود، 6 سال بعد از اینکه پیغمبر اکرم از مکه مکرمه به مدینه جبران و کرهن آمده بود، هجرت کرده بود، با تقریبا 1400 نفر از مسلمانا که اجابت کردن، یک عده نرفتن، ولی اونایی که حاضر شدن که با پیغمبر برن 1400 نفر طبق یک حدیث. بعضی احادیث کم و زیادم گفتن، الا اونش مهم نیست، از 1000 بالا بود، از 1000 کمتر نبوده، 1300 1400 نفر رفتن در مکه. البته اینا نرفتن به قصد جنگ، و اگر به قصد جنگ می رفتن شاید می توانستن مکه را بگیرن از دست مشرکین، ولی کار نکردن. با شمشیر، شمشیر در اصطلاح عربا اصله مسافر بود، هر کس که سفر میکرده یک شمشیر داشته، دیگه تیر و کمان و وسائلی که برای جنگ او زمان لازم بوده با خود بر نداشتند. آمدن در ذوالحلیفه پیش که او زمان مسجد شجره ظاهرا نبوده، همین جایی که الان مسجد شجره، محرم شدن با احرام، با احرامی خود تکبیر و لبیک گویان رفتن. وقتی که و یک جای رسیدن و که خبر شد که کفار قریش هم خبر شده بودن، و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر رسید که اونا حاضر نیند که شما را بگذاره. خب بعدم پیغمبر پیش آمد و تا به حدیبیه، یک قریه بود که تقریبا 20 کیلومتری مکه مکرمه، اینجا صبر کردن. صبر کردن بعد رفت و گفتگو و صحبت و تا بالاخره یک موافقت نامه امضا شد که امسال پیغمبر اکرم برگرده، داخل مکه نشوه، با اونا بر میخورد، سال آینده بیاین 3 روز با شمشیر تنها، دیگه اصلیه نیارن، 3 روز بیاین عمره بجا بیارن و برگردن برون، گفت قربانیای خودم بکشن. مشرکین گفتن ما از مکه بیرون میشیم، مکه را به شما میدیم، تا 3 روز برگردیم دیگه. بعد موافقت نامی که امضا شد، مسلمان ها خیلی ناراحت شدن. یک مادیش ای بود که وقتی که نوشت که محمد از طرف محمد، حضرت علی نوشت که از این پیمان است، قرارداد از طرف محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سوائل ابن عمرو اینا، و گفت که ما که قبول نمی کنیم که تو رسول خدا باشی، اگر می فهمیدیم دعوا نمی کردیم. پیغمبر گفت عیب نمی کنن، نام مربین میست، این صفت مرنن میست. ماده مهمترش ای بود که اگر از مشرکین به مدینه برگشتن، به مدینه آمدن، باید برگشتن اینا برگردنده شوند پس به مکه. اگر از مدینه به مکه آمدن ضرور نیه که ما او را برگردانیم. خیلی به مسلمان ها برخورد. منتها یک مدیشم ای بود که دیگه مسلمان ها در مکه آزادن، به مراسم دینی خود کفار حق مزاحمت ندارن. تا 10 سال متارکه جنگ شد که این خیلی مهم بود. بعد وقتی که پیغمبر برگشت آمد به مدینه، کارهای زیادی کرد. از طرف مشرکین دیگه راحت بود، خیبر فتح شد، جنگ خیبر بسیار جنگ بزرگی بود، خیبر فتح شد، با کشورهای دیگر، به ایران و به روم و به حبشه و به اینجاها نامه ها فرستاد، در سطح بین المللی تبلیغات اسلامی هم شروع شد، فواید زیاد داشت. لذا قرآن مقدس می فرماید که انا فتحنا لک فتحا مبینا، که دیروز گفتم در این 3 احتمال، یعنی بین مفسرین 3 نظریه، یک عده میگن که فتح مبین خود فتح مکه بوده که در سال بعد مکه فتح شد از برکت، ولی او هم از برکت امی عدنامه سنه 6 هجری بود مکه فتح شد، و اونو فتح مکه. بعضی میگن که فتح خیبره، نه نه خیبر نه چیز، زوائر، زوائر نشان میده
قرائن مفید زن نشان میده که نه امی فتح و صلح و دیبیه بوده که قرآن عزیب فتح مبین ذکر میکنه. الان اینجا دو سه مطلب دیگه هست. اینا فتحنا لک فتحا مبینا، ما برای تو یک فتح آشکار را تهیه دیدیم، به اصطلاح یک سنگر بزرگ را فتح کردی، 10 سال متارکه و آیسته آیسته شما مجال پیدا میکنین که اسلام به همه جا ترویج کنین، اسلام پیش میره و خدا میدانیست که مکه مثلا سال آینده فتح میشه. ولی در اینجا در این آیات مبارکه یک چیزای دیگریم داره که محتاج به توضیحه، تا اون مقداری که برای اکثر بینندگان ما سخت نباشه. یکی این که میگه 4 علت ذکر میکنه، چرا ما انا فتحنا لک فتحا مبینا، برای چی؟ یک سببش اینه که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر، تا خدا بیامرزد گناه گذشته و گناه آینده تو را. یک دلیل. دلیل دیگر که میگم ما کرف فتح مبین به تو ارزانی کردیم و یتم نعمته علیک، تا نعمت خود را بر تو به اتمام برسانم، نعمت بر تو کامل شد. فتح مکه تقریبا به منزله فتح جزیره العرب بود که این نعمت ما بر تو تمام شوه. این دوتا. سیوم و یهدیک صراطا مستقیما، تو را برای راست هدایت کنم. و ینصرک الله نصرا عزیزا، و خدا تو را یاری کنه یک یاری ظفرمندانه. عزیز به معنای غالب، ظفرمندانه. به این چهار دلیل ما مکه را برای تو فتح کردیم. مشکلی که اینجا پیدا شده ایه که اولیشه که تا خدا بیامرزه گناهان گذشته و آینده تو را. اولا پیغمبر گناه داشته، پیغمبر معصومه، این میخواهی مبارکه میکتا گناه گذشته تو را بیامرزه و گناه بعد تو را. پیغمبر گناه مسلمانه، اما میگن پیغمبر معصومه. خب بعد رب چی رب داره با اون که من این فتح مبینه برای تو یک فتح آشکار آماده کردم تا این که گناه تو رو بیامردم؟ آمردش گناه به فتح مکه چی ارتباط داره؟ از ما تقدم یعنی گذشته، یا قبل از اجرت، یا بعضی گفتن قبل از اجرت و ما تأخر بعد از اجرت، یا ما تقدم از امروز از امی صلح حدیبیه، پیش از صلح حدیبیه و بعد از صلح حدیبیه گناهان تو را ببخشه. خب یک سوال اینجا ایه که چیز نیه، چی رب داره بین مغفرت و بین فتح مکر؟ مثلا ما فتح مکه را برای تو تهیه دیدیم، تا چی وقت؟ برای چی؟ برای اینکه گناهان تو را بیامرزه. چه یعنی چی؟ اولا پیغمبر گناه نداشته، ثانیا چی رب داره بین فتح مکه و بین آمرزش گناهان؟ بعضی ها گفتن که جوابای مختلف دادن از این سوال، رنگ رنگ جواب دادن. حالا صحبت کردنی اونا برای مدرسه خوبه که بشینیم با محصلین و با محصلین علوم دینی او دقایق و نقطه های باریک بیان کنیم و جواب بدیم. برای این جلسات ما که هدف از این تفسیر یک تفسیر مختصر روشن که بینندگان ما با قرآن، با فرهنگ قرآن، با لسان قرآن آشنا شون، با ای در ای جلسات مناسب نیه که او مطالب دقیق صحبت شوه و موجب وقتی که فهمیدم نشد موجب خستگی بینندگان عزیز میشه.
دو جوابی که مهمتره که پیغمبر اکرم گناه نداره، معصومه. این گناه چیه که نکتامه گناهان گذشته و آینده طور بیاموردن؟ مرادی از این گناه اینیه که پیغمبر اکرم گناه کرده. یک جواب ایه، مراد او گناهانیه که به پیش قریش پیغمبر گناه کار بوده. قریش میامد میگفتن که تو 360 بت داشتن در مکه. بعضی از تواریخ نوشته که قبل از اجرت پیغمبر، قبل از بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، 360 بت در مکه وجود داشته. یکی از بزرگترین گناهان پیغمبر به نظر مشرکین ای بوده که امر گفت باطله، یک خدایه. اله به معنای معبود. کفار میگفتن وای وای چی حرف بده، اجعل الالهت اله ان واحده، ای تمامی ای خدایان ما را امر از بین بردم یک به یک خدا بیاین. ای یک گناه نبخشودنی بود در نظر کفار. آمد طریقه ما را بر هم زد، امنیت مکه را بر هم زد. مردم از برکت بت‌ها که مردم نذورات می آوردن در مکه می دادن، یک تجارت رونق داشت، پول می آوردن، یک ادام پولدار بودن. ای الان آمده ای کارا رو می کن. بعضی هم می گفتن، خب ترویج می کردن، بدگویی می کردن از پیغمبر، می گفتن دیوانه، نعوذ بالله، مجنون، پیغمبر مجنونه، دیوانه، جن زده ایره. بعضی هم می گفتن جادوگره، جادوگره، جادو میکنه. از هر رنگ عیب به پیغمبر نسبت داد. قرآن میگه ما وقتی که مکه را برای تو فتح کنیم، تمامی ای گناهانی که مشرکین قریش درباره تو اینا را گناه میدانه، همه را از بین میبریم. و همه را از بین میبریم. بین فتح و بین مغفرت گناه ارتباطش به این جواب معلوم میشه. معنیش میشه که ما مکه را برای تو فتح میکنیم، اینا هم بعد از یک مدت کم مسلمان میشن، به جای جادوگر و به جای ساحر و به جایی که ای کار کرد و وضع اجتماعی مکه را برهم زد، وضع اقتصادی ما را خراب کرد، ای آدم خوبی نیه، به جای تمامی ای گناهانی که برای تو میتراشن، اما صدا میکنن که واشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کلی گناهانت از بین میره، اما گناهانت از بین میره. او گناهان یعنی گناهانی که به نظر مشرکین تو گناهکار بودی، او چیزایی را که دیروز مشرکین مکه او را در حق تو گناه میدانستن و تو را گناهکار میدانستن، تمام اونا از بین میره. مکه آرام میشه، جنگ ختم میشه، مردم هم مسلمان میشه، اما تو را به صفت خوب، به نام خوب صدا میکنن. خب این معلومه، یک فرد یا یک ملتی که فقیر ضعیف باشه هزار عیب پیدا میکنه. وقتی که پیرو شد تمام عیب از بین میره، مردم تسلیم میشن. هیچ وقت اگر 100 سال دیگه هم میگذشت، مردم مکه همو اتهامات خود به پیغمبر میزدن، ولی روزی که مکه فتح شد، اما به پیغمبر علاقه پیدا کردن، مکه را عفو عام کرد، همه خوشحال شدن، بزرگواری پیغمبر ثابت شد، عده زیادی هم مسلمان شدن، آهسته آهسته همه مسلمان شدن، گفتن تو رسول خدایی، عیبای پیغمبر از بین رفت. این معنای ام تعلیل علت دو ربطی آیه، دو آیه به ام ربط پیدا میکنه، علت و معلول، و ام معنای زن بم فهمیده میشه، و هم مسئله گناه از پیغمبر سلب میشه که پیغمبر بین خود و خدا گناه نداشته. این گناهانی بوده که مشرکین در نظر مشرکین مکه برای پیغمبر گناه حساب میشده. یک جواب دیگری هم داره، جواب دقیق تر بهتر، ولی فکر میکنم که برای شنوندگان عزیز ما در این مجاله است، در این سلسله درسایی که برای آشنایی اجمالی مردم به قرآن لازم نباشه، دقیق تر میشه و شاید بعضی
سختیایم برای مردم پیدا شد و در فکرشان یک ای جوابی که ما گفتم ام درست میشه و هیچ اشکالی مشکلی دیگه هم در آیه نمیمانه. والحمد لله رب العالمین.